سال 2018 پوکوفون F1 یکی از خفن‌ترین گوشی‌های بود که روونه بازار شد. مشخصات و کانفیگ گوشی‌های پرچم‌دار، قیمت گوشی‌های میانه. اما الان بعد از 2 سال پوکو F2 پرو شیائومی اینجاست و امروز می‌خوام تجربیات یک هفته ایم از کار کردن باش رو با شما به اشتراک بذارم. سلام به موبکس دوست داشتنی، من مهدی شجریم و امروز با من همراه باشید که ببینیم پوکوفون F2 پرو یا پوکو F2 پرو شیائومی چند مرده حلاجه. قبل از اینکه بریم سراغ گوشی، خوشحالم میکنید اگر رو دکمه سابسکرایب بزنید، زنگوله بغلش هم تپ بکنید. دمتون گرمه. اولین پارتی که میریم سراغش بخش طراحیه. پوکوفون F2 پشت و جلوش از گوریلا گلس 5، تماما شیشه، فریم دورش هم آلومینیومه. پشت گوشی 4 تا لنز توی قاب دایره‌ای شکل قرار گرفتن، زیرش هم یه فلشه. این پایین هم به جای لوگو شیائومی یا لوگو ردمی، لوگو پوکو خورده. خیلی بزرگ. نسخه ای که اینجاست رنگ سفیده که خوشبختانه جای اثر انگشت رو خیلی نشون نمیده. زیر گوشی درگاه تایپ سی، خشاب سیم کارت و اسپیکر دیده میشه. لبه سمت راست گوشی دکمه پاور با یه رنگ قرمز و دکمه کم و زیاد کردن صدا قرار داره. لبه سمت چپ گوشی خبری از چیز خاصی نیست، اما بالای گوشی جک 3.5 میلیمتری هنسفری به همراه دوربین پاپ قرار گرفته. روی دوربین پاپ هم یه LED خیلی ریز برای نمایش نوتیفیکیشن ها قرار داده شده. اما بریم سراغ پنل جلویی، جایی که یه نمایشگر فلت رو تو خودش جا داده. اسپیکر و مکالمه اون بالاست، حسگر اثر انگشتم زیر نمایشگر تعبیه شده و با توجه به اینکه دوربین سلفی به صورت پاپاپه، یه نمایشگر یک دسته که من خیلی دوستش دارم. البته باید بگم که حاشیه‌های نمایشگر از پایین یه مقدار زیاده. مجموعاً در مورد طراحیش میتونم بگم که هم متریالش هم کیفیت ساختش واقعاً مطلوبه. تنها ایرادی که میتونم بهش بگیرم قطر زیاد و وزن زیادشه که شاید یه ذره برای دستای کوچیک مخصوصاً خانوما آزاردهنده باشه. نکته منفی دیگه‌ای که وجود داره اینه که این گوشی ضد آب نیست و گواهی IP خاصی هم نداره. یکی از دلایلی که باعث میشه این گوشی تو رده قاتل پرچم‌دار باشه، نه رده پرچم‌دار. بخش بعدی که میریم سراغش نمایشگره و اگر از دنبال کننده های قدیمی من باشید میدونید که چه حس خوبی نسبت به نمایشگرهایی دارم که ناچ و بریدگی توشون نیست. این دوربین سلفی پاپاپ یکی از خوبیاش اینه که نمایشگر کاملا یک دست رو تحویل آدم میده. پنل نمایشگر پوکو F2 پرو از نوع سوپر امولد و رزولوشن 1080x2400 داره. پشتیبانی از قابلیت HDR 10 پلاس توی این گوشی باعث میشه که از نگاه کردن به این نمایشگر واقعا لذت ببرید و کیفیت نمایش رنگ‌ها خیلی مطلوب باشه. از نظر روشنایی اما نمایشگر پوکو F2 پرو کاملا معمولیه. مجموعاً در مورد نمایشگرش میتونم بگم که واقعا نگاه کردن به این نمایشگر لذت بخشه. هم کیفیت خوبی داره و هم یک دسته. من نمایشگر یک دست رو خیلی دوست دارم. بخش بعدی که میریم سراغش عملکرد باتری، جایی که پوکو F2 پرو واقعا منو به وجد آورد. یه باتری با ظرفیت 4700 میلی آمپر ساعت. این گوشی برای من تا یک روز و نصفی شاید هم بیشتر کار میکرد، یک روز و 3/4. و میتونم بگم که عملکرد باتریش خیلی خوب بود موقعی که من باش کار میکردم و توی این یه هفتهی که تو دست من بود. با توجه به اینکه پردازنده اسنپ دراگون 865 داره و از طرفی از 5G پشتیبانی میکنه، میتونم یه جورایی بگم که توی گوشیایی که از پردازنده اسنپ دراگون 865 استفاده میکنن، این گوشی عملکرد باتریش بهترینه. از طرف دیگه یه آداپتور فست شارژ 30 وات هم تو جعبه پوکو F2 پرو هست که تقریبا توی نیم ساعت میتونه 60% گوشی رو شارژ بکنه و فول شارژ شدنش هم تقریبا 1 ساعت طول میکشه. مجموعا پکیج بخش باتریش نمره قابل قبول و بالایی رو از من میگیره. بخش بعدی که میریم سراغش امنیت و حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر که سرعت خیلی خوبی نداره چون به صورت اپتیکاله و دقیقا همون مشکلاتی که توی حسگرهای گوشی سامسونگ میدیدیم توی این گوشی هم میبینیم. خیلی تعریفی نیست، خیلی هم دیگه پرت و پلا نیست. یه ذره داره بهتر میشه این تکنولوژی، اما هنوز خیلی جای کار داره. این گوشی از سیستم تشخیص چهره هم بهره میبره که با توجه به دوربین پاپاپش خیلی نمیتونه خوب عمل بکنه، چون که شما وقتی بخواید گوشی رو لاک بکنید اول باید یه سویپ آپ بکنید، دوربین سلفی بیاد بالا شما رو ببینه بره پایین، هر بارم که میاد بالا میره پایین صدای موتورش بیاد و اگر صدای افکت یعنی ساند افکت دوربین پاپاپش رو قطع نکرده باشین یه صدای دید 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 میده. الان بذار چک بکنم، گوش بکنیم با هم. سیستم تشخیص چهرهش که از دوربین سلفی استفاده میکنه خیلی نمیتونه خفن باشه. بخش بعدی که میریم سراغش عملکرد دوربین هاست.
جایی که 4 تا لنز توی اون قاب دایره‌ای شکل دیده میشه. سنسور لنز اصلی 64 مگاپیکسله، یه سنسور 13 مگاپیکسلی اولترا واید، یه سنسور 5 مگاپیکسلی ماکرو تلفوتو ماکرو، یه سنسور 2 مگاپیکسلی تشخیص عمق میدان. بریم سراغ سنسور لنز اصلی 64 مگاپیکسلی. عکس‌ها به صورت پیش‌فرض روی 16 مگاپیکسل گرفته میشن و با توجه به تکنولوژی کواد بگر 4 تا عکس 16 مگاپیکسلی ترکیب باید بشه که یه دونه عکس 64 مگاپیکسلی بگیرید. کیفیت عکس‌ها تو همون حالت پیش‌فرض 16 مگاپیکسلی کاملاً قابل قبوله. شارپنس خیلی خوبی داره، داینامیک رنجش خوبه، دیتیل رو به خوبی نشون میده و روشنایی سنسور لنز اصلی واقعاً خوبه. اما تمام این خوبایی که گفتم فقط در حد یه گوشی تو رده قاتل پرچم داره و دوربین این گوشی نمیتونه با گوشی‌های پرچم‌دار رقابت بکنه. اما یه تجربه‌ای که من با این گوشی داشتم، تقریباً از هر 5 تا عکس یه عکسش یه ذره کیفیتش فرق می‌کرد. یعنی یه ذره انگار آبرنگی شده و دیتیل رو به خوبی نشون نمیده. احساس میکنم که این مشکل نرم افزاری باشه که احتمالاً با آپدیت های بعدی درست میشه. وقتی وارد اپلیکیشن دوربین این گوشی میشین، 3 تا حالت اولترا واید، واید و تلفوتو دیده میشه که اون حالت تلفوتو صرفاً یه کراپی از سنسور لنز اصلی، یعنی زوم اپتیکالی وجود نداره و زوم کاملاً دیجیتاله. عکس‌ها تو حالت پورتره واقعاً عملکرد خوبی دارن، هم تشخیص سوژه اصلی از بک‌گراند به خوبی اتفاق میفته، هم دیتیل سوژه اصلی به خوبی نمایش داده میشه. اگر هم بخواید توی شب با این گوشی عکس برداری بکنید، کیفیت عکس‌ها توی حالت معمولی واقعاً خوب نیست، پر از نویزه و جاهای تاریک رو به خوبی نمیتونه نشون بده، اما با فعال کردن حالت نایت مود، یعنی رفتن تو بخش نایت مود، هم نویزها تا حد زیادی کم میشن، هم اکسپوژر به خوبی افزایش پیدا میکنه که میتونید نقاط تاریک رو ببینید. مجموعاً در مورد سنسور لنز اصلی این گوشی میتونم بگم که واقعاً تونست منو راضی بکنه، متناسب با بازه قیمتیش. اما عکس‌ها تو حالت اولترا واید، داینامیک رنج و روشنایی خوبی دارن، اما شارپنسشون و دیتیل عکس‌ها به خوبی دوربین اصلی نیست. میرسیم به لنز تلفوتو ماکرو که همون ماکرو، یه لنز 5 مگاپیکسلی که واقعاً منو به وجد آورد. من تقریبا توی کار کردنم با تمام گوشی‌هایی که لنز ماکرو داشتن گفتم که خیلی کیفیت خوبی ندارن و صرفاً جهت سرگرمی میتونید بهش نگاه بکنید، اما لنز ماکرو پوکو F2 پرو واقعاً فرق داشت با همشون. واقعاً. البته نکته‌ای که وجود داره اینه که این سنسور 5 مگاپیکسله، سنسورهای قبلی که بررسی کردیم غالباً 2 مگاپیکسل بودن. کیفیت عکسای ماکرو خیلی خوبه و من تونستم عکسای ماکرو خیلی خوبی ثبت بکنم و شما تو حالت ماکرو میتونید دو بار زوم بکنید، یعنی با دو تا زوم میتونید عکسای ماکرو رو بگیرید. با این لنز میتونید تا حد زیادی به سوژه ها نزدیک بشید و عکسای با کیفیتی بگیرید. من خیلی از این لنز ماکروش خوشم اومد و میتونم بگم که واقعا این لنزای ماکرو مثل این که داره میره سمت چیزای خوب. اما یه بخش خیلی جذاب این لنز ماکرو اینه که شما میتونید تو حالت ماکرو فیلم برداری بکنید که خیلی خفنه. تو همون حالت فیلم برداری ماکرو هم میتونید حتی زوم بکنید، اما نکته منفیش اینه که استابلایزر نداره و باید خیلی دستتون روون حرکت بکنه که اصلا امکان پذیر نیست. من هر چقدر سعی کردم که دستم نلرزه نشد. شاید با یه گیمبال یه استابلایزر بتونید عکسا فیلمای ماکرو خیلی خفنی باش بگیرید. اینم از این. مجموعاً در مورد دوربین این گوشی تو حالت عکاسی میتونم بگم که کیفیت عکسا توی حالت اصلی و اولترا واید واقعا قابل قبول و رضایت بخشه، اما به دوربینای گوشی‌های پرچم‌دار نمیرسه. توی این بازه قیمتی می نوت 10 پرو شیائومی همچنان دوربین بهتری نسبت به این گوشی داره و این گوشی دوربینش از نوت 10 لایت سامسونگ که هم قیمت باهاش بهتره. لنز ماکروش هم که گفتم واقعا خوب بود نسبت به تمام ماکروهایی که من تا الان باهاشون کار کردم. اما بریم سراغ بخش فیلمبرداری که یه اتفاق جذاب دیگه تو این گوشی داره میفته، اونم قابلیت فیلمبرداری 8K 30 فریم بر ثانیه است، چیزی که ما توی S20 اولترا تا قبل از این دیده بودیم. فیلمبرداری تو حالت 8K صرفاً میتونه یه جنبه فان داشته باشه، چون هم موقع گرفتن فیلم هم موقع دیدن فیلم یه سری لگا توی فیلم دیده میشه که احساس میکنم به خاطر ضعف توی پردازنده باشه. اما این گوشی قابلیت فیلمبرداری 4K 60 فریم بر ثانیه هم داره که واقعا کیفیت فیلم ها هم تو حالت 4K هم تو حالت 1080 خوبه. هم شاردنس خوبی داره، هم دیتیل رو به خوبی نشون میده و هم داینامیک رنجش مطلوبه. سرعت تغییر فوکوس توی فیلمبرداری با این گوشی واقعا خوبه، اما اگر بخوام یه ایرادی بگیرم میتونم بگم که استابلایزرش خیلی تعریفی نیست و فقط میتونه تو حالت 1080 استدی ویدیو بگیره که یه ذره باز استابلایزرش بهتر میشه، اما من نتونستم خیلی ارتباط برقرار بکنم با لرزش گیرش.
اما بریم سراغ دوربین سلفی، جایی که یه لنز 20 مگاپیکسلی به صورت پاپ قرار گرفته که کیفیت دوربین سلفی با توجه به پاپ بودنش خیلی خفن نیست، اما خیلی هم افتضاح نیست. میتونم بگم که از نوت 10 لایت سامسونگ بهتره، اما به گوشی‌های دیگه شیائومی توی این بازه قیمت نمیرسه. ایرادی هم که دوربین سلفی این گوشی داره اینه که فکر میکنم با نور مشکل داره، یعنی جاهایی که نور کم و زیاد باشه خیلی نمیتونه عکسای خوبی بگیره و یه جورایی میتونم بگم که داینامیک رنج دوربین سلفیش خیلی تعریفی نیست، اما شاردنس خوبی داره و دیتیل رو به خوبی نشون میده با توجه به اینکه دوربین پاپاپه. چقدر در مورد بخش دوربین صحبت کردم، اما واقعا جای این همه بحث رو داشت و حتی بیشتر، چون وارد محیط دوربین این گوشی که میشین یه خیلی امکانات و قابلیت وجود داره که دستتون رو خیلی باز میذاره. اینم از این، بریم سراغ بخش پردازشی، جایی که یکی از نقاط قوت پوکو F2 پرو، یه پردازنده اسنپ دراگون 865، آخرین نسل از پردازنده‌های اسنپ دراگون که توی این گوشی دیده میشه. این نسخه ای هم که تو دست من بود 256 گیگابایتی رم 8 بود که کلا پوکو F2 پرو از 5G هم پشتیبانی میکنن. تقریبا میتونم بگم که خفن ترین پکیج پردازشی که میتونه توی گوشی‌ها وجود داشته باشه پوکو F2 پرو تو دل خودش جا داده. به خاطر همین پکیج هم واقعا عملکرد پردازشی این گوشی خوبه و میتونه تمام کارا رو به خوبی و خیلی روون اجرا بکنه. من بازی‌های کال آف دیوتی موبایل و آسفالت 9 رو روش تست کردم و تو محیط خود گوشی هم ندیدم که اصلا لگ داشته باشه. نکته قابل توجه دیگه ای که توی این گوشی وجود داشت و من بهش برخوردم این بود که خیلی به ندرت میدیدم که داغ میکنه، حتی مواقعی که مدت زمان زیادی توی بازی‌های سنگین داشتم بازی میکردم. میتونم بگم که از نظر پردازشی خیلی خفنه این گوشی. اگر اهل بازی کردن یا فیلم دیدن هستین و با گوشیتون کارهای سنگین میکنید، این گوشی میتونه یکی از بهترین انتخاب‌ها برای شما باشه، متناسب با قیمتش. مکمل بخش سخت افزار میشه نرم افزار و روابط کاربری، جایی که بیس این گوشی اندروید 10 و از MIUI 11 استفاده میکنه، اما یه لانچر پوکو هم روش نصبه. در مورد اندروید 10 و MIUI 11 صحبت کردیم قبلا، اما میخوام در مورد محیط اختصاصی لانچر پوکو باهاتون صحبت بکنم. یه محیط خیلی خوبه، قابلیت‌های خیلی زیادی رو در اختیارتون قرار میده، اما به نظر من انیمیتاش یه ذره کنده و با توجه به اینکه این گوشی نمایشگر 60 هرتزی داره و خبری از 90 هرتز و 120 هرتز هم توش نیست، میتونم بگم که یه جورایی روون نیست کار کردن با این گوشی. منظورم از روون بودن این نیستش که لگ داشته باشه یا کند اجرا بکنه، اون انیمیشنایی که داره برای سویپ کردن اینور اونور رفتن یه مقدار کنده که شاید بره تو مختون. اما همونطور که گفتم یه خیلی قابلیت توی این لانچر پوکو وجود داره، مثل دستبندی کردن اپلیکیشن ها، قابلیت دونیم کردن صفحه نمایش، شخصی سازی نوتیفیکیشن ها، شخصی سازی نور دور این LED سلفی پاپ آپ و یه خیلی دیگه. اما توی نرم افزار این گوشی یه بخشی وجود داره به اسم گیم توربو که اونجا لیست تمام بازی ها وجود داره و وقتی بخواید بازی بکنید تمام گوشی رو بهینه میکنه برای بازی کردن، که میتونم بگم این رابط کاربری و این لانچر و پوکو حس خیلی خوبی داشت، اگر که یه مقدار سرعتش بهتر بود و روونتر کار میکرد. اما بریم سراغ پارت آخر، یعنی عملکرد اسپیکرها و صدا، کیفیت صدا، بلندی صدا. توی این بخش هم یکی از جاهاییه که باعث میشه این گوشی تو رده قاتل پرچمدار باشه و توی پرچمدارا نره. چرا؟ چون خبری از صدای استریو نیست و صدا فقط از اسپیکر پایین میاد. بریم برای پخش موزیک همیشگی. خب این نصف صداست. تقریبا یه جورایی میتونم بگم که این بهترین اسپیکر مونوییه که میشه دید، چون هم کیفیت خوبی داره و هم بلندی خیلی خوبی داره، اما نقطه ضعفش اینه که بیسش خیلی خشکه، یعنی بیس نداره. صدای وکال رو خیلی خوب میتونید بشنوید اما خبری از بیس توش نیست. این هم از بخش صدا. میرسیم به جمع‌بندی، جایی که متاسفانه الان چند وقتیه که به خاطر وضعیت بازار نمیتونم خیلی خوب روی قیمت این گوشی ها مانور بدم. چرا هیچ دستمو میذارم روش باز میشه. اوکی دارم صحبت میکنم. الان که دارم این ویدیو رو رکورد میکنم تقریبا هفته سوم تیر ماه 99 هستیم و این گوشی توی بازار نسخه 256 گیگابایت رم 8ش یه چیزی حدود 16-17 میلیون تومان معامله میشه.
میتونه 15 تومن باشه، میتونه 14 تومن باشه، میتونه 19 تومن باشه. وضعیت بازار خیلی خرابه. مجموعاً در مورد این گوشی نقاط ضعف و قوتش رو میگم، متناسب با نیازهاتون بتونید تصمیم گیری بکنید. اول بریم سراغ نقاط قوتش. کیفیت خیلی خوب توی ساختش و متریال خیلی خوبی داره این گوشی. نقطه قوت بعدیش صفحه نمایششه، هم از لحاظ کیفیت پنل سوپر امولد و هم از نظر بدون ناچ و بریدگی بودنش. نقطه قوت بعدی باتری این گوشیه که واقعا خوبه. نقطه قوت بعدیش پردازنده به شدت خفنشه، یعنی رو دست این پردازنده و پکیج پردازشی وجود نداره، خیلی خوب عملکرد پردازشی داره. و نقطه قوت بعدی دیگه نداره. بریم سراغ نقاط ضعفش. نقطه ضعف اول اینه که دوربینش خیلی خفن نیست. دوربینش خوبه ولی خیلی خفن نیست. اگر انتظاراتتون از دوربین گوشی خیلی زیاده، این گوشی دوربینش خیلی خفن نیست. خوبه. خب نقطه ضعف بعدیش همین عملکرد حسگر اثر انگشتشه که دیگه باید عادت کنیم بهش. اما نقطه ضعف بعدیش اینه که ضد آب نیست، صدا مونوئه و این گوشی قابلیت ارتقای حافظه نداره و حافظه جانبی پشتیبانی نمیکنه. و اگر بخوام نقطه ضعف دیگه‌ای بهش بگیرم، شاید با دوربین سلفیش خیلی نتونید ارتباط برقرار کنید، ولی اونم اونجوری نیستش که خیلی بد باشه. توی این بازه قیمتی میتونم بگم که یه انتخاب خوبه. از نوت 10 لایت سامسونگ که هم قیمت باهاش به نظرم در مجموع بهتره، فقط این قلم نداره، وگرنه توی بقیه بخشا میتونم بگم که از نوت 10 لایت سامسونگ بهتره. الان باز یه سری ها میان میگن تو چرا با سامسونگ بدی؟ نمیدونم چی بگم. اما اگر دوربین براتون مهمه، می نوت 10 پرو شیائومی رو بهتون پیشنهاد میدم. اگر پردازنده براتون مهمه، این گوشی بدون شک. و البته صفحه نمایش این گوشی هم از می نوت 10 پرو بهتره. و یه نکته دیگه ای که وجود داره اینه که پوکوفون F2 پرو یا پوکو F2 پرو شیائومی دقیقاً همون ردمی K3 پرو شیائومیه که الان با یه تیر دو نشون زدیم دیگه. اینم از این نکته دیگه وجود نداره. این ویدیو حدس میزنم که خیلی طولانی باشه. دمتون گرم که تا این آخر با من اومدین. ممنونم از فروشگاه اسپشال فون تهران که این گوشی خاص رو برای بررسی در اختیار من قرار داد. نکته دیگه ای نیست. هر سوالی در مورد این گوشی دارین توی کامنت ها بپرسین جواب میدم. لایک و کامنت و فالو و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه که باعث دلگرمیه. مرسی از همراهی تک تکتون.